دوستای عزیز سلام، به چینل ما خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت باشین. امروز از ما میخوایم طرز تهیه قرمه کچالو همراه با قروت برتانیات بتم. واقعا یه غذای خوشمزه اما متفاوت. امیدوارستم تا آخر با ما همراه باشین. دبتدا عزیزم، ما 4 عدد کچالو را قبلا پوست کردیم. به این شکل توته میسازیم. باید بسیار نازک به شکل ورقی توته بسازیم، چون در وقت پختن تنها همراه آب قروت میخواییم دم شوه، به مخاطر باید با آسانی نرم شوه. و این واقعا یک غذای خوشمزه است، چون همراه با قروت، چون کچالو کاملا یک ذائقه متفاوته به خود میگیره. دوستا، کچالو را توته ساختیم. آله یک عدد پیاز میده میکنیم به می شکل. از ماشین به خاطر دوستا نکشیدم از میکسر، که میخوایم امراه با کچالو یک جا سرخ شوه و امراه با کچالو یک جا لاب پیاز برایه. از امو خاطر توسط کار توته ساختم تا با کچالو یک جا سرخ شوه و لاب کنه. دوستانو، دیگ می دور پسریخه، اصل غواری ورباندی اضافه کوم. گرانو لیدون که نن لگ ناروغ غندیم، خدای دیو که چه غگ می خسته کن نوی. غواری چه لگ گرم شو، یا دانه پیاز چه مخکم میده که ورباندی اضافه کوم. ده دو یا دره ده قود پاره پریدم چه فقط لگزان نرم کی، کچالو رو بانده اضافه کوم او ده کچالو سر یوزه پریگدم 15 حتی 10 دقو ده پاره، ترسو هم ده پیاز رنگ تغیشی او هم ده کچالو سر یوزه پیاز خ لوابو باسی. مالگه رو بانده اضافه کوم نیم قاشقه، چون که ده مقرد مالگی نقرود ده دماغ بخاطر مالگه نیمه قاشقه، یعنی دیره کمه می استفاده وکو که ده تاسو قرود بی نمکه یا بی مالگه و ده خپل خواخی یا ضرورت به اندازه استفاده کولشی. نیم قاشقه سره مرچ، نیم قاشقه دنیه می مربانده اضافه کو، نیم قاشقه کرکمند می مربانده اضافه کو. دوستانو، استول یو بل سرخه مخلوط کوم او تر هغه وخت پریږدم تر څو چې د پیاز سرخ کچالو سره شي او لږ لواب وباسي. عزیزا، من به خاطر سهولت کار 3 عدد رومی بانجان با 2 عدد مرچ تازه از میکسر کشیده بودم، بالایش اضافه کردم. رومی بانجان به خاطر از میکسر کشیدم دوستا که کم زودتر لعاب کنه. حال میگذارم تا سر روغن بیایه. تا وقتی که دیگ سر روغن میایه، مقروط دوستا 3 ساعت قبل با آب جوش تر کرده بودم. خدا کمی نرم ساخته در قروط مال به این شکل میمالیم تا آب قروت ما کمی غلیظ شوه. اگر شما دوست داشتین و یا خواسته باشین دوستا، میتونین در مارکتا یا سوپرمارکتا قروت تیار فروخته میشه، از او هم استفاده کرده میتونین. من چون از قروت خانگی داشتم و خواستم تمام دیگم خانگی باشه، به مو خاطر قروتم در خانه آماده ساختم. ببینین دوستا، آب قروت دیگه کم کم غلیظ میشه، یعنی قروت ما تقریبا آماده شده. به می اندازه دیگه کفایت میکنه دوستا. حالا قروت کمی آب کش میکنم و در یک ظرف میگذارم تا خشک شوه. قروت دیگه کار ما نیست، بهش ضرورت نداریم، فقط آب قروت ضرورت داریم. در یک ظرف دیگه من
قروت مندازم، اول یکان قسمت های یکان توته های قروت که باقی مانده تا وسط دست میبینم. اگر مایده شد خوب، اگر نه داخل از صافه میکشیم. گران دوستان و وینه با دسودق و کچالو خب غاره و راغله، یعنی خلوا بیستله ده رنگ بخاطر زیوه قاشق ده رومی بانجان رو با مر بانده اضافه کنم. در سو رنگ خواسته شید که قرد چور بانده اضافه کن، رنگ لگی سپینیگی دمده بخاطر رو با اضافه کنم چه در سو دست خوش رنگ و خواسته اخکاره شید. قرد ده دست یو صافه سخو باسو زکه ده قرد لگ مهنگی پات دی ده دست یو جالگه که یا صافه سخو باسو زکه ده موتن آو بای پکار دی در دوستانو در قروت توبه می طول در کچالو پسر اضافه کل در سو دقو در پینزه یا شپگو دقو در پاره بریدم تر سو در قروت توبه خجذب شی او کچالو مم در قروت توبه سره دم شی. عزیزای دل ببینین چقدر غذای امروزی ما خوش رنگ شده. کچالو هم کاملا نرم است. حرارت خاموش می سازیم و می گذاریم به مدت 2-3 دقیقه تا کمی دم شود. بعد از 2-3 دقیقه دوستا دیگ ما کاملا آماده است. من در یک ظرف می کشم. امیدوار هستم ویدیو امروزی ما خوش تان آمده باشه. واقعا یک غذای خوشمزه است. شما هم دوست عزیز حتما تجربه کنین و از این غذای متفاوت و خوشمزه آماده بسازین و ذائقه متفاوت کچالو را با قرود بچشین. عزیزا امیدوار هستم ما را همکاری کنین، چنل ما را گلتار سابسکرایب نکنین، سابسکرایب کنین، لایک کامنت شیر فراموشتان نشه. تا ویدوی بعدی خداوند حافظ و ناصرتان. گران دوستانو که چینل هم ترسی سبسکرایب کرینی وی سبسکرایب که لایک کامنت شیر هم فراموش نشی. مننه چه تر آخر دمون سر مال وی دلا ملتیا او دیتاس همکاری به هیل الله مال شه.